اما بریم سراغ این که اصلا فونداسیون، پی و شالوده چه تفاوتی با هم دیگه دارن. من اول راجع به فونداسیون صحبت بکنم. یه سری ها میگم فونداسیون، یه سری ها میگم فونداسیون. حالا اگر اینجا براتون بنویسم چه، ما بنویسیم فونداسیون که عمدتاً رایج و صحیحه، چه یه جایی اگر خوندید نوشته بود فونداسیون، جفتش میشه گفت صحیحه. چرا؟ مثل اتکا میمونه، وقتی یه واژه خارجیه ما نمیتونیم بگیم که حالا فارسیش دقیقاً چجور نوشته میشه. فونداسیون یه کلمه فرانسویه، در واقع اینجوری نوشته میشه، فاندیشنه. مترادف انگلیسیش میشه چی؟ میشه فاوندیشن، یه دونه حالا رو یو اضافه داره. این در واقع فرانسشه که اصل لغت فونداسیون برای فرانسه است. این انگلیسیشه که حالا مترادف در واقع لغت فاوندیشن فرانسویشه. پس فونداسیون یا یعنی همون فاوندیشن که توی لغت انگلیسی ما داریم به این معنی. اما شالوده چیه؟ اگر به فرهنگ دهخدا مراجعه کنید، شالوده رو یک لغت ترکی میدونه به معنای بنیان یک بنا یا پایه. شالوده در واقع میشه گفتش که همون معنای فونداسیون رو داره، برای ما هیچ تفاوتی نداره. پی چیه؟ پی فارسیه، اما پی با فونداسیون و شالوده تفاوت داره. یعنی معنای فونداسیون و معنای شالوده یکیه. اگر توی ادبیات فنی خودمون نگاه بکنید، توی مقالات علمی به جای فونداسیون میگن از شالوده استفاده بکنید، چون همون مفهوم و همون محتوا رو میرسونه. اما پی محتوای فونداسیون یا شالوده رو نمیرسونه. فرقش چیه؟ پی در واقع مجموعی از پیها تشکیل یک فونداسیون میدن. مثال میزنم، توی شمهای در واقع پیهای عمیق، توی شمها جلوتر با هم دیگه میبینیم که به چه شکل هست. ممکنه که یه دونه فونداسیون داشته باشیم به صورت شم و سرشم، یعنی یه سرشمی داره که چند تا شم بهش وصل شدن برای فونداسیونمون. مثلا اگر همین رو من بخوام از بالا نشون بدم، شاید این اون سرشم یا پایکپمون باشه که حالا یه سری مثلا ستون، که ما وقتی که ستون داخل خاک اجرا بشه میگیم شم. حالا این اینجا 5 تا کشیدیم، اینجا هم باید حالا توی پلان از بالاش 5 تا رو نشون بدیم. مثلا این 5 تا در واقع دارن کار باربری سازه رو ایفا میکنن و اجرا میکنن. هر کدوم از اینها رو میگن پی عمیق یا شم، و به مجموعه این پیها و این سرشم یا پایلکپ میگن فونداسیون. یه مثال دیگه، شما پیهای منفرد حالا جلوتر با هم دیگه میبینیم، ولی پیهای منفرد رو میدونید، پیهایی هستن که یه دونه ستون رو بارش رو تحمل میکنن. این پیها رو ما گاهن با شناژ به هم دیگه وصل میکنیم. این پیهای تکی منفرد به اضافه شناژها میشن فونداسیون یک سازه. پس فونداسیون یک سازه ممکنه چند تا پی منفرد باشن که با شناژ به هم دیگه وصل شدن. پس فونداسیون و شناژ یک معنا رو دارن برای ما، به معنای کلی تری هستن که المان تحتانی سازن بار سازه رو به زمین منتقل میکنن. پی یک در واقع تعریف کوچیکتری داره، مجموع پیها میان فونداسیون رو در واقع فونداسیون رو تشکیل میدن. اگر ما برای یک ساختمونی که 10 تا ستون داره 10 تا پی منفرد داشته باشیم، میتونیم بگیم پی منفرد نه فونداسیون منفرد. اما اگر 10 تا ستون نداشتیم، یه دونه ستون داشتیم، شما میتونی بگی هم پی منفرد، هم میتونی بگی فونداسیون منفرد، هم میتونی بگی شناژ منفرد. در واقع بسته به اینه که ما زمانی که یک المان داریم که تحت بار هست، خب معنای پی و فونداسیون شالوده یکی میشه. اما به طور کلی فونداسیون یا شالوده از چندین پی تشکیل شده است. پس این رو گفتم که حواستون باشه. معمولا توی فهم مفاهیم شالوده، پی و فونداسیون ممکنه که اشکال پیش بیاد. اینم خدمتتون گفتم.
تمام ریزه‌کارهای این موضوع رو توی این مقاله به صورت کامل بررسی کردیم. حتما یه وقتی بذار و این مقاله رو تا انتها دنبال کن. اگر سوال یا نظری هم در این مورد داری حتما تو قسمت دیدگاه‌ها بنویس. آخر مقاله یه مسیر یادگیری ویژه برای مهندسین عمران داریم که حتما سر بزن، به خاطر اینکه کلی مقاله است با دسته‌بندی‌های مختلف و میتونی دانش فنی خودت رو رشد و ارتقا بدی. امیدوارم که این مقاله برات مفید باشه. موفق باشی.